عرض سلام و ادب و احترام و درود دارم خدمت شما دوستان عزیز برنامه چارپیدا. حالتون چطور؟ حالتون خوبه؟ یه برنامه دیگه چارپیدا در خدمت شما هستیم دوستان. یک مهمان بسیار ویژه داریم، یک مهمان هنرمند خوش صدا، یک مهمانی که با صدای گرفتش با آدم انرژی میده. اجازه بدید من راهنمایی بکنم. بایسا مجری، من میخوام پیانه شما. بله بله. بچه کجایی؟ چی آقا؟ ایشون سفارتی عزیز اسلام منم جبرانی هم. آفیش داری؟ اجازه بده؟ آفیش چی عزیز من؟ صاحب برنامه که آفیش نمیشه آقا. شما استاد تاج سر بنده آقا جبرانی آقا، ولی شما آفیش نداری از آسانسور بفرما جای دیگه. اجازه بده ما که همیشه میان پیریم شما برای آقا حساب کتاب داره بفرما جای دیگه. آقا چی حساب کتاب داره؟ آفیش داری آفیش داری داد بزن، آفیش نداری بفرما جای دیگه. من دیوانه هستم آقا. اجازه دید نمیشه دربونم آقا با همش آقا. سوارتی من میگم که این راه حل میاد پلا بریم بالا به یاد دوران گذشته. سخیفه دیگه. اون موقع آسانسور نبود. بفرما آقا بفرما. با پلا میرم تو نفس در میاد. سخیفه دیگه. آفیش آفیش داشته باش بیا بفرما رو تاج سر بنده جا داری بشین. نداری بفرما رو زمین. خوش تام شد. تموم شد؟ بله تموم شد. تموم شد؟ بله تموم. باور نمیشه. چقدر خوب بود. خواهش میکنم. اصلا نفهمیدم. خواهش میکنم. چقدر شما خوب آمپول میزنی. دیگه 20 سال کارمون همینه دیگه. نمیشه همه شما آمپول بزنی آقا گنده میاد. چرا میشه ولی ایشون هم بالاخره همکارن. ببینید ما تو این بیمارستان اول رضایت بیمار برام مهمه و به شدت انتقاد پذیریم. اگر انتقادی چیزی دارین از ما بکنید. نه انتقاد که ندارم. من به تمام دوستان میگم بیام شما آمپول بزنید. خیلی خوب آمپول بزنید. خواهش می‌کنم ما در خدمتتون. حالا ببین دوست عزیز، ما خیلی به انتقاد سازنده نیازمندیم. شما یه انتقاد از ما کنید. نه بابا انتقاد. به هر حال ما انسانی، مشکل داریم، ما هم یه جاهای ایراد داریم. شما بگین ما مرتفعش کنیم. انتقاد که ندارم، فقط یکی بشه یه ذره نظافت این اتاق مثلا یه ذره نظافت بده، این تهویه‌اش یه ذره بده، اینم بگه یه ذره بگین تهویه‌اش یه ذره بده. این صدای تلویزیون شبا شما، من میخوام بخوابم نمیتونم، زیاد فوتبال نگاه میکنم. بعد این راهرو اگه بگین یه ذره اونم تمیز کنن، یه ذره غذا غذا هم اگه بگید مثلا یه ذره فکر کنم سوپ که میارن خام باشه. خامه غذا خامه چیزی که توش بر دیگه میزنه. این صدای بیرون اذیت صدای میکنه. بیرون هم اذیتتون میکنه. ناراحت شدی؟ نه ناراحت که نه، شما وظیفتون انتقاد کردن، ما هم باید این مرتفع کنیم دیگه. ناراحت شدید؟ نه عزیزم ولی چی ناراحت شیم؟ من خیلی انتقادی نه انتقادات شما سازنده بود. نه شما گفتی که نه عزیزم نگران نباش. ناراحت شدی؟ نه دیگه نشدم دیگه. بخوام من برم. انتقادی چیزی؟ انتقاد؟ بله. انتقاد من ندارم. ما اون سری هم تاثیر دارو به من انتقاد ندارم. همه چی خوبه. من همه جا تعریف شما رو میکنم. من هنوز به دوستان میگم یا نیجا بشه شما آمپول بزن اقعا آقایی شما اقعا خوبی دیگه. خواهش من خوبی از خودت. من گفتم ما اینجا رضایت بیمار برای مهمه. بله. بیمار راضی بره بیرون سلامت برگرده اینجا، ما همینو میخوایم. من همه جا تعریفتون رو کردم، گفتم اینجا بهترین بیمارستان، بهترین آمپول زدن. به هر حال کاری که از دستمون برمیاد عزیزم. شما استراحت کن، چون الان بچه خوبی هم هستی، میگم غذای خوب برات بیارن، اینم کنترل تلویزیون، میگم بیان اینجا هم ترتیب اثر بدن تمیزش کنن. دست نکن. فقط این کولر هم اگه بگی که چی؟ انتقاد ندارم، من خیلی خوبه. خب بخواب. بس رو دونستیم همشون
سلام علیکم، خسته نباشید خانم، بفرمایید. خواهش می‌کنم گواهی نامه کارت ماشین سویش، ماشین منتقل میشه پارکینگ جهت امام قانون، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز. چه جلد برای چی نارو باید بدم؟ شما دارین آش می‌خورید پشت فرمون؟ نه نخوردم بابا، کار داغه، نمیتونم با آش می‌خوام. آش می‌خوام. نه آره، اگه هست اگه نه که چی؟ بده دو تا کاسه. دست شما در نکنه. کشکم توش. کشکم. ببخشید اجازه بدید. شما دارین چیکار می‌کنین اینجا؟ آش. آش درست می‌کنین؟ بفرمایید پایین، خواهش می‌کنم. بفرمایید خانم، خواهش می‌کنم. برای چی؟ بفرمایید پایین. نخه بفرمایید، مگه اینجا آشپزخونه است؟ بفرمایید. برای کش. بفرمایید خانم، خواهش می‌کنم. ماشین من مال قانونشه. بابا بفرمایید. بخورین تعارف. خانم من مال قانون کش بده، مال آش می‌کنی؟ بابا چرا؟ این اینا چیه تو ماشین؟ کپسول اینم آجاق گاز. کپسول کپسول گاز دارین شما تو ماشین؟ آقا از این کوچیک. بفرمایید خانم پایین، خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید بله، بفرمایید پایین شما. قابلمه همه چی پایین. من اینجا آشپزخونه است، ماشین آخه. نه اینجا داغ. نه چی نه بگی شما ببینم. این چیه؟ بزن پایین، کپسول گاز اینجا چیکار می‌کنی؟ یواش، یواش. برعکس نذاری. خانم آشپزخونه است یا ماشین آخه اینجا؟ برای جون خودتون. علی چیکار؟ سلام علیکم. سلام خوش اومدید. آش دیگه تو همینجا بودم من. نه نه من اینجا بودم. چی کار میکنی اینجا؟ سبزی پاک میکنم دیگه واسه آشه. بفرمایید پایین خانم. سبزی ها این ماشین باید تکلیفش روشن شه. بفرمایید. بفرمایید برای اعمال قانون سبزی آش پاک شه. سبزی بفرمایید. آقا سلام. سلام علیکم، شما کجا بودید؟ من تو دارم ظرف میشورم. کجا ظرف میشوری تو؟ آشپزخونه. اگه کاری نداریم برم ظرفا رو. آشپزخونه کجاست؟ همینجا زیر زمین که بری. زیر زمین؟ همینجا زیر زمین دیگه. بله. اونجا پله داره. بله پله برو پایین، همون سمت راست بپیچی بغل همون آشپزخونه است. تاریکه. اشکال نداره، کلید بغل سمت راست بزن. کجاست؟ همون سمت راست. برو. لب بسته شو. این صدا چی بود؟ زهی جنان توی همون وقتی مهمون جدید میاد دست میزنن. چه جاله. اجازه ببخشید این دیگه لحظه نگه داریم بابا. عرض سلام ادب و احترام و درود دارم خدمت شما دوستان عزیز برنامه چارپیدا. حالتون چطور؟ حالتون خوبه؟ یه برنامه دیگه چارپایدار در خدمت شما هستیم دوستان. یک مهمان بسیار ویژه داریم، یک مهمان هنرمند خوش صدا، یک مهمانی که با صدای گرفتش بادم انرژی میده. اجازه بدید من راهنمایی بکنم. بایسا مجری من میخوام پیانه شما. بله بله جناب آقای فضا سابقی، مهمان هنرمند و انرژی که ما. حالت چطوره؟ خوبی؟ دلم برای تنگ شده بود. دلم برات تنگ شده جونم. میخوام بمیرم. نمیتونم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی ممنون، خیلی خوبه. ببین فضا، قراره من هر چی صحبت بکنم تو همش قرار شعرشو بخونی. خب یه جورایی عادت کردم. همین الان از استدیو ضبط صدا اومدین کنسرتمون، جایی که میریم برای مردم عزیز، باعث میشه که من دیگه عادت بکنم. خسته نباشی. بسیار خوب دوستان عزیز برنامه چارپای داغ، اگه موافق باشید بریم. نرو نرو تا که میدونی من بی تو تو بی من یعنی حسرات. راستی فضا نگاه کن، نگاه کن بچه ها میدونستن تو مشکی دوست داری، بردوشو به مشکی آوردن. خیلی ممنون، خیلی لطف دارم، ولی من دیگه مشکی نمی نوشم. چرا؟ اصلا ببین فلسفه سوال من اینه که چرا مشکی هستم؟ مشکی رنگ عشقه. مثل رنگ چشای مهربونه. ببین هرچی میگم دادو داره با موسیقی جواب میده. عادت کردی نه؟ دیگه چیکار کنم، من عادت کردم. من الان تو این چند وقته، همین الان یکی دو ساعت پیش تنظیم کردم کار آخرمو. دارم روانه بازارش میکنم. خب این چیه؟ این آلبوم جدیدمه که فردا جونم بدم. توی 22 روز جمعش کردم. دوستانم شما داشته باشینش قبل از اینکه روانه بازار بشه. با این چرا همش مشکیه؟ این خب برای اینکه ما رنگ مشکی میاریم روش. اسم بچه‌هامون هست اگه دقت کنی کم رنگ. اما به خوبه موضوع اشاره کردی. میگن که تو دوست نداری که اسم عواملتو بنویسی، درسته؟ چرا نمی‌نویسی؟
الان اینجا چرا اسم عوامل ننوشتی؟ روی اینم عوامل هست ولی ما رنگ مشکی رو پشیدیم روش. آها. و دیده نمیشه. دیده میشه شما دقت بکنید. ولی ببین فضا این چند وقته انقدر نشستی همینجوری زدی و خوندی و بر خود کنسرت گذاشتی وضعیت خوبه خوب شد. نه نه گلا من اصلا خواننده بازاری نیستم. من پول فقط بهم آرامش میده. برکلا از سموم دنیا دار و ندارش من فقط پولو میخوام برای آرامش. یه مقدار الان آرامش فقط به من میده پول وگرنه من خیلی دلیم. با این آرامش این کی به کیه؟ یعنی کیا دوست داری آروم باشه؟ یه چی تو همین مایه الان من احساس آرامش میخوام. احساس آرامش میخوام. اگه پولمو بدی من آرامش میگیرم. آرامش میخوام از ما. با کسا اینجا آرامش نداریم. منظورتون رو نفهمم. شوخی دارید میکنید؟ شوخی میکنید؟ من به جون تو ما اصلا اینجا پول نداریم. مگه بچه ها بهت نگفتن که باید بیا افتخاریم؟ من همین الانش میتونستم بیرون کنسرت بذارم بالای میلیون در میارم. ولی تو دروغ میگی پول منو بدی تا آرامشم به هم نریخته. برنامه ما پول نداره هر کجا میخوای برا. نداری قاطی کردم بد رقم میخوام تو گوشت بزنم. مردشو نمیبینم اگه بزنی میزنم. میخوام اون دندون آریتو از سهم کنم. من بچه جنوبم پول منو بده. دوستان عزیز بینند عجب برنامه ایشون. پول منو بده دوست... یه دقیقه اجازه بده الان بهت میگم. الان پولم بهت میگم. بخش شوخی ندارم. دوستان یه برنامه دیگه ببینی. من ببینم این خودکار مدکار هم پت نکنم. یه برنامه دیگه ببینی. برید شما. دارم در آینده بازیگر شوم چون شنیدم که بازیگران هم کم کار میکنند و زیاد پول میگیرند. من حتی بازیگری را میشناسم که مدرک تحصیلیش دیپلم ردی است اما میلیون میلیون درآمد دارد. من دوست دارم در آینده کارمند شوم. پدر دوست من کارمند است. او هر روز 10 صبح سر کار رفته و 12 ظهر برمیگردد. آنها از اینکه اغلب ایام هفته تعطیل و بین التعطیلین است خوشحال هستند و اکثرا به مسافرت می روند. در این حال بیمه و اضافه کاری و عیدی هم می گیرند. من می خواهم کارمند شوم چون آسان ترین شغل دنیا است. من دوست دارم شغل آزاد داشته باشم چون اقتصاد کشور شناور است و هر لحظه می شود پول پارو کرد. من دوست دارم خلبان هواپیمای مسافربری شوم و به دور دنیا سفر کرده و با فرهنگ‌های مردم دنیا آشنا شوم. من دوست دارم رفتگر شوم و ماهیانه بگیرم. من دوست دارم هنرمند باشم و احساسات خودم را. من دوست دارم شغل پدرم را ادامه داده و در خانه بمانم و در کارهای خانه به پدر و مادرم کمک کنم. من دوست دارم معلم شده و به دانش آموزان پس گردنی بزنم. این بود انشای من. بله بینندگان عزیز، همینطور که میبینید امروز مدیران تصمیم گرفتن که جلسه خودشونو در فضای باز تشکیل بدن. بریم ببینیم موضوع از چه قرار هست. سلام آقای کاشی، خسته نباشید. چی گفت شما؟ بیا از شبکه بفهم آقا جلسه هست. آقای کاشی از شبکه بوق عزیزم نگیر خدمتتون رسیدم. آقا نگیر خواهش. کی گفت دورمین واسه چی اومدی تو؟ آقای کاشی از شبکه بوق اومدی. آقا نگیر عزیزم نگیر. عزیزم جلسه هست نگیر. شما بفرمایید بیرون. کجا بریم آقا؟ بیرون. آقای کاشی ما الان بیرون هستیم. اون مال زمانی که ما داخل ساختمون باشیم موقع حق دارین که ما رو بندازین بیرون. آها درسته. پس ما چون حالا به این موضوع برخورد نکرده بودیم الان چی باید بگم من؟ نمیدونم، ما هم تا حالا به این مورد برخورد نکردیم. پس اجازه بدید که جلسه تشکیل بدیم با دوستان ببینیم که چیکار باید بکنیم. بله بفرمایید. بله چی شده؟ باید بره بیرون. در کشور خارج. من یکی قبول ندارم. به حال چون خیلی پیچیده هستش این قضیه و ما باید یه جلسه تشکیل بدیم، یه کمیته بحران تشکیل بدیم که ببینیم که در این موارد بعد چیکار بکنیم. یعنی به جای اینکه شما بگیم برید بیرون،
چیکار باید بکنیم و چه اتفاق بیفته اینه که دوستان یه کمیته بحران تشکیل میدن الان و یک مدیر کمیته بحران باید انتخاب شه. مدیر کمیته بحران ببینیم که بحران ببینیم که چه اتفاقی میفته. این مرحله بعدی هستش؟ این مرحله اوله که کمیته بحران بله خوشبختانه دوستان در کمیته بحران به یک اجماعی رسیدن و کمیته بله مدیر رو تشکیل دادن. بله بینندگان عزیز همینطور که دیدید مدیر تشکیل شد یعنی تعیین شد. بله فقط مرحله بعدیش تامین بودجه بشه که ببینیم که چیکار باید بکنیم. به هر کمیته یک بودجه لازم داره و یک بودجه بهش تخصیص داده بشه و اون بودجه از نظر از محل 3% تخصیص عوارض بعد پیدا بشه. دوستا انجام شد تعمیر اعتبار داره هر کس هر چقدر دیگه بده. خوشبختانه تامین بودجه هم شدش. فقط میمونه که الان جلسه تشکیل بشه و ببینیم که در این لحظه باید چیکار بکنیم. ما به شما بله بینندگان عزیز لحظه خیلی حساسی هستش. به جای اینکه بگیم برید بیرون چی باید بگیم به شما ببرید. بله بفرمایید. بودجه مسئله‌اش حل دیگه. من نمی‌ذارم بودجه حل جان. آقا بگو ها. آقا بعد بیرون میاد وقتی که میاد دو بیرون دیگه. متشکرم خیلی ممنون خواهش می‌کنم. چی شده آقای کاشی؟ دوستان ما زحمت کشیدن و واقعا لحظه حساسی بودش. به هر حال قضیه خیلی پیچیده بود و در کمیته بحران دوستان زحمت همونطور که شاهد بودین شما چقدر بله. زحمت کشیدن این دوستان در این هیئت و به هر حال انتخاب شدش که و به این نتیجه رسیدیم که چی باید بگیم به شما به جای اینکه بگیم برید بیرون. چی باید بگید؟ باید بگیم برید تو. الان بریم تو؟ الان که نمیتونید برید تو. نه دیگه الان دوستان کمیته بحران تشکیل دادن و واقعا خسته هستن. جلسه اصلی که خواست تشکیل بشه تشریف بیارید داخل. بله. الان ما بریم استراحت. یعنی الان تعطیل شد؟ الان به هر حال ما خسته شدیم. جلسه به این سختی و سنگینی تشکیل شده. بله خسته نباشید. تصمیم سختی گرفتن اینکه ما بریم تعطیلات تابستونی. بعد که برگشتیم به هر حال ما برده شما که نیستیم. بعد که برگشتیم بعد کمیته در جلسه اصلی تشکیل میشه و شما رو خبر میکنه. منم به نوبه خودم تبریک میگم. بعد خواهش کنم با هماهنگی دور بیاد داخل. بله حتما. خدافظ شما. ممنون. موفق باشید. بفرمایید. این باغ ما. آره آقا باغ اینا رو شلوغه هر چه اینا رو چیکار کنیم؟ بذار باشه. باغ شما دیگه دقیقه برای نشستی. اینا رو من نوشتم. آقا از این نوشت. اینا هم نوشت. خیلی خوب. بفرمایید. آقا بفرمایید. بفرمایید. سرویس نمیده. سرویس اسپانسر کیه؟ امروز این میزم شده روشنساز و خیلی پول خوبی هم دادن و ما با اینا زنده ایم. یادت باشه اینو بشین اولش که دوربین اینو بگیره بغل صورت تو بیفته. بعدم یه چیز خیلی مهم، امروز گوشت مو اینا نداریم اصلا، سبزی و جای اون جایگزین کن. بعدی های گوشت بگو. بریم موفق. لبخند لبخند. بریم بریم بریم. سلام، حال شما چطوره؟ امروزم با یکی دیگه از برنامه‌های کمونه مهمون خونه‌های شما هستیم تا طرز تهیه غذای دیگر که شما از ما خواسته بودیم به شما آموزش بدیم. این غذا اسمش هست شیش کباب. خدمت شما عرض شود که منتها این شیش کباب با شیش کباب دیگه یه فرق داره که شیش کباب هندی هستش. موادی که ما برای تهیه این شیش کباب لازم داریم 6 کیلو گوشت هستش، 6 ذره سبزی، 6 ذره کاهو، 6 ذره فلفل، 6 ذره سیب زمینی، 6 ذره هویج و 6 ذره پیاز. سبزی هم تو که میدونید برای رشد کودکان خیلی خوبه، حتما صبح و ظهر و عصر به بچه‌ها سبزی بدین که بخورن. بله خدمت شما عرض شد که اینم که میبینیم مایه ظرفشویی هستش. روشنساز و شرکا بجز برادر کوچکترین خیلی مهمه، از اون برادر بزرگی خرید نکنید. خب خدمت شما عرض شد که ما مواد رو آماده میکنیم، خیلی کار سختی نیستش. فلفل رو به این ترتیب میبریم، به این ترتیب، این فلفل هم به همین ترتیب برش میدیم داخلش که مواد کاملا وارد فلفل بشن، چون میدونیم فلفل هم از مواد مقوی و مغذی برخورداره. خب اما قبل از هر چیز بگم که سبزی ها رو همینجور درسته توی قابلمه میریزیم برای اینکه مواد ویتامینش حفظ بشه. اما خدمت شما عرض شود که مهمترین چیز اینه که این قابلمه‌ای که میخوام استفاده کنیم، در واقع ظرفی که میخوام استفاده کنیم، یه ظرف تمیز باشه. برای اینکه ظرفمون تمیز باشه از چی استفاده میکنیم؟ از مایع ظرفشویی روشنساز و شرکا بجز برادر کوچکتر. ببخشید از این استفاده میکنیم، دقت کنید از اون برادر بزرگی خرید نکنید. خب ما میبینیم اینجا یه مقدار هم حباب تولید میشه که برای بدن خیلی مفیده. این حبابا از این مایه میریزیم داخل ظرفمون. ظرف باید کاملا تمیز باشه، انقدر این مایه با بدن ما دوست هستش که شما حتی میتونین به عنوان ماسک از این مایه استفاده کنین، بمالین به دستتون، بمالین به صورتتون، حتی برای دردهای مفاصل، زانو، آرنج، مچ دست، حتی بعضی از این مایه برای شستشو
شستشوی مو توی حمام استفاده میکنن برای شستشوی شیشه ها. در واقع چند منظوره هستش، میتونید از این ظروف ظروفتون رو با این در واقع تمیز کنید. خب شما یه میان برنامه ببینید تا ما غذا رو آماده کنیم. خوب بود؟ خیلی خوب بود. نه گوشت رو نگفتی دیگه، گفتم گوشت چیز. بعدم ببین آخرش از این سبزی فروشه من اینو گرفتم، هیچ وقت بهش پول نمیدم. یه ازش یه تشکر کن مغازه عمو اکبر. لبخند لبخند خوبه. ببین یه موقعی بغل صورتت بگیر اینو. باشه. بریم. بریم. 2 1 خب غذای ما الان آماده شده و شما میتونید از این غذا استفاده کنید. خدمت شما عرض شد ما گوشت استفاده نکردیم توی این غذا، برای اینکه گوشت خب برای بعضیا یک ضررهایی داره، که فقط سبزی استفاده کردیم، سبزی عمو اکبر استفاده کردیم و مایه ظرفشویی روشن زمین. خیلی ممنون که برنامه کمونه رو دوست داشتین. برنامه کمونه برنامه شماست و تا وقتی شما هستین این برنامه با شما خواهد بود. تا یک کمونه دیگه، خدافظ.